سلام دوستان عزیز، با یه ویدیوی دیگه از کانال آلمانی نیوز در خدمت شما هستیم. امروز 21 سپتامبر 2019 و جشنواره بادبادک‌ها در فرودگاه قدیمی تمپل هوف شهر برلین. به اونجا رفتیم تا برای شما ویدیویی تهیه کنیم. با ما همراه باشید. امروز با خبر شدیم که در فرودگاه قدیمی شهر برلین در تمپل هوف جشنواره بادبادک‌ها قرار انجام بشه. همه چیز مشخص شده بود که به صورت منظم برای برگزاری یه جشنواره عالی مهیاست. همه جمع شده بودن، تمام افراد منتظر این جشنواره بودن که آغاز بشه. خیلی از افراد منتظر بودن تا این جشنواره آغاز بشه، اما مدت زیادی بود که در جایگاه‌هایی که مشخص شده بود ایستاده بودن. اما انگار یه چیزی کم بود. بله، اونم وزش باد بود. انگار تنها چیزی که پیش بینی نشده بود وزش بادی بود که بتونه بادبادک‌های غول‌پیکری رو که برای این جشنواره تدارک دیده بودن و به پرواز در بیاره. بعد از اینکه متوجه شدیم که این بادبادک‌های غول‌پیکر حالا پرواز نخواهند کرد، تصمیم گرفتیم سری بزنیم به بقیه نقاط این فرودگاه که اون روز جمعیت زیادی رو در خودش جا داده بود. توی این روز برنامه‌ها و سرگرمی‌های زیادی تدارک دیده بودند، مثل موسیقی و سرگرمی‌های برای کودکان و حتی بزرگترها. شرایط موسیقی و خوانندگی شرایط خوبی بود، چون خیلی ها را سرگرم خودش کرده بود، به طوری که اصلا فراموش کرده بودن که در جشنواره بادبادک ها شرکت میکنن. اوه، اما قسمت سرگرمی کودکان واقعا دوست داشتنی نبود، چون برای هر وسیله بچه ها یا بزرگترها باید صف های طولانی رو منتظر میموندن تا مثل این سرسره فقط یک بار بتونن از اون استفاده بکنن، و اگر دوباره بخوان استفاده بکنن باید دوباره در صف بیستن. بعد از این قسمت رفتیم به قسمتی که گروهی از دختران نمایش رقص رو اجرا می کردن. نمایش جالبی بود. دیگه یواش یواش همه افراد واقعا فراموش کرده بودن به جشنواره بادبادک ها.
بعد از بازدیدی که از نقاط مختلف این مکان داشتیم، دیگه وقت خوردن یه بستنی خوشمزه بود. اما همون جور که قبلا توضیح دادم، باید صف طولانی رو ما منتظر میموندیم تا بتونیم بستنی بگیریم. اما بالاخره ما تونستیم بستنی رو بخریم. واقعا توی این هوای گرم خرید به جایی بود و توی صف وایسادنش میارزید. جای همتون خالی. بعد از خوردن بستنی تصمیم گرفتیم به منطقه‌ای که برای پرواز بادبادک‌ها تعبیه کرده بودن سری بزنیم. اما در بین راه ما فقط صف می‌دیدیم. افرادی که منتظر بودن برای خرید خوراکی یا نوشیدنی. اما وقتی به مکانی که برای پرواز بادبادک‌ها بود رسیدیم، دیدیم هیچ خبری از بادبادک نیست. و تصمیم گرفتم مدتی رو اونجا بشینم. شاید این آخرین برنامه‌ای بود برای جشنواره بادبادک‌های سال 2019. جشنواره‌ای بدون بادبادک. بعد از حدود 4 ساعت که در این مکان بودیم، دیگه یواش یواش داشت برامون اثبات می‌شد که خبری از بادبادک نیست، چون وزش بادی در کار نبود. تصمیم گرفتیم خودمون یه دونه بادبادک هوا کنیم. اما همین موقع بود که وزش باد شدت گرفت و بالاخره یکی دو تا از بادبادک هایی که هنوز در اون مکان بودن به پرواز در اومدن، اما به مدت کاملا کوتاهی بود. و بعد از اون ما تصمیم گرفتیم که برگردیم. هرچند در این روز ما بادبادک های زیادی رو ندیدیم، اما روز به یاد موندنی بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.